حرف بزن کار ببینیم چی میگی؟ یه بدم من یه من بدم صدا خوبه صدا خوب داره میاد میشن یا واضحه آره به نشده از اون اتفاقا میتونین استفاده کنید نفس بکشم صدا چجوری میاد؟ نمیاد نه اوکیه اوکیه دارم

هر چه توانسته این لطف خدا بوده است خیلی خوب بیا <تصفح> فرزا میکروفونه دا بده <تصفح> <guellame> <تصفح> <ماده مرکزی> خبر <تصفح> اوضاع اقتصادی کشور چطوره؟ هوا بهترین اوضاع اقتصادی رو ما داریم توی 80 سال گذشته آمریکا هیچ وقت اوضاع اقتصادی انقدر خوب نه بهترین استاک مارکت داریم همه چیز سبز و سوزیه میگن که شما یه ذره نجات پرست هستین درسته از زمان آبراهام لینکلن به اینور هیچ رئیس جمهور آمریکا نبوده که انقدر به سیاپوسا کمک کنه مرسی دیگه <applause> سرشه خب یعنی دیگه شروعه آره دیگه من از کنم سوسی سوسی مونده شده تو بگی شده میخوایی پتو بیارم پاره بشه ولی یه بابا بشت آره بشت داست پارتی چطوری؟ گرم آره میخوایی یه پنجره چیزی وا بذارم بیرونم خیلی سرگاه ما خدا واشیر مگه ندارید زو خونه ما میکروفون درست میگیره ها من چون نمیدونم آره. آره, آره خوبه اوکی OK. مناسبه میذاری اجازی... <laughs> دماغ بگی <و> دماغ میذاری روش <laughs> تو هم هدفون داری من من چه استفاده کنم فقط تنکیز که آره. هدفون داره فرزاده <laughs> تو... این دیگه هدفون خوب بهش بدید که خوب نه نه بشه اونم میاد روش اونم نمیتونه دیگه نتونه الا الله میریم اپیزودو چه خبر هیچ چیز دیگه ما رو مجبور کردی بریم تو این تو چی؟ ز... تو این ظاهر ردیف این... من زخمی هم آم. چرا؟ اینی که میبینید این هات داگو سسیس خوشیدم. سسیس اسم چی اسم ماستر اسم چیه؟, ای چیه کازم این, این تیپی که میبینید من بعد در دوازه سال که اینجا بودیم پارسال پسر امه خدا خوب کرده مجبور کرد که بریم اینو بخریم ایونتی باید میرفتیم با سوسیس؟ با کاستوم دیگه همین اطفارا بله بله امروز با کارون دیدیم قیمت خیلی بالایی داشت آیا پیترام نه؟ بفروشی من همین آقای چون بومید پول دارم چرا؟ چقدر؟ نه یه من را چون تاتیک واقعا قیافش ترامپ شده اگه از کنید سر سوسیس خیلی درازه بیاش پایین تر خیلی بد ریخته چون نباید با اینا بشینی با این باید فقط بپری بالا پایین چون چه خبر؟ چه زحمتی کشیدی تو؟ نه من که نه اینا رو درست کرد نه به هر حال منظورم اینه که زحمت پات رفته خودم فکر کردم نشه نشسته بودی دیگه آره چند ساعت دون کشید؟ نیم ساعت ساعت این کار انجام دادن آره بردن امرجنس دادیم من خواستم من خواستم ریشامو بزنم خوش مثلا یه چلقه طول کشید آره منم ریشامو بعد خیلی وقت زدم طول کشید خازم جان شما شغلتی نه چی میدم نگم برای ما جدیدم وزن خوب شده جدیدم وزن بله بله به سلام بهتر شدی منم برای ما بزنم تو کار دلار. ارز ارز بله خیلی هم پیراهن مرتبط دارید بله بله من پدرم ارز فروش بودن آخه دیگه <متصف> میدونی که تو کار ارز تو, و... تو کار ارز بودن زمان بینا. شاه زمان شاه تو کار ارز بودن پاساجر پلاسکو میدون فردوسی طبقه حالا نگید دیگه بهتری که ندونم ولی طبقه بالا پلاسکو مال ما بود <تصف> طبقه بالا طبقه بالا خیلی کلی بله اون کجا دارید از موقعی که سوخته دیگه فقط پول بیمه داریم میگیریم دیگه اشغال خانده من دیده نمیشه خانده من دیده جدی داره گفتم اون خندار نبود آتا خوب. خوبه دیگه کارون اونقدر ولی من خوشحالم که این کاری کرد یعنی ما باید یه سری از این ارتبازی ها رو در بیاریم یعنی باید با ترند روز بریم جلو دیگه ترند روز اینه الان آره دیگه که تو برنامه بشینیم باید دقیقه رو مجبور کنیم پولشو بدن آره. چی قرار پولشو بده مکزیکو مجبور کردیم پول ساخت دیوارو بده فکر میکنم بچه ها رو میخوایی فرجو کنی پول دارم خبری نیست آره خلاصه هفته چطور بوده؟ یه هفته فرسایشی بود باسه من سوال صحبت کنم هفته چطور بوده؟ چرا میکنی؟ گفتم فرسایشی خب توضیح بدم فرسایشی هفته سختی بوده دیگه حالا جزیاتش رو زیاد واردش نمیشیم ولی اصب کشی چطوره؟ داریم همینطور وسیله جمع میکنیم اونم آه اونم الان به کجا رسیدین الان الان رو 65 درصدی رو به چیز هنوز پلی هست پلی استیشن هست امشب عکس پلی استیشن رو بذاریم آره میذارم دو چیز امشب فکر کنم یک و نیم دو صبح آره صبح صبح یه لایو داریم یه رحمه این زندگی های زناشوی بکنید تو چه خواه؟ هفته پیش که جالب بود اومدیم اینجا لایو شما بود و هفته خراب پیش آره از ساعت کنی من که شرفم رفت یعنی کارون یه هفت هشتایی به ما زد و البته وقت... <تصفح> توی فیفا نگیم کاش نگیم شما چقدر فیفا زدین بعد اون جو... یه ساعت دو ساعت دو ساعت ببینم بعد اون برنامه که داده بودی برای نماله به اون نه نه چیخه میشونم بیشتر اون ادامه دادی نه من آره چون من یه نوتیفیکیشن اومد گفت دوباره لایف شده فلان آره نه من که بعدش هم که من تا هشت شب بازم داشتم بازی بازی آره, آره بچه ها داشت دیگه اومدن و دیگه دونه دونه هم تیرش اضافه می شدن کی من؟ ما یه تخمخ پیاز زدیم دارن می خندن آقای ترامب دارن می خندن این زیر داره می ره قبل قبل صبح که بلند شدیم آشکانه تو تخون خیاز درست کرده در دیگه و حال ما رو فرساد و <تصف> فلسطین <تصف> آه, آه اون روز داری میگی نه من تا من رو که تمام کردم غذا زدم ولی یه وعده زدم ولی حالم خیلی بد بود کازم که آقا میکروفون کازم استیرون نمی کنه کازم آقا اتفاقا میخوام برم مدایی کنن از این به تو میخوام یه زمان مدایی بزنم این همه جلال اینا میخونی؟ چیز هم راستی الله اکبر این همه جلال من هم میخوندی بگو دیگم پلن هفته دیگم اونم بگو دیگه داستان سیویل و موبمبر و اینا آها آره هفته دیگه این خیلی دارکه بذار من سفیدش کنم نتونستم تغییرش بکنم چون توی توی زبطه نت... نمیتونم تغییرش بدم ما هفته دیگه در واقع نوامبر اتفاقی که میفته برای سلامات سلامت س... مردان سلامت مردان اسپسیفیکلی چیه به صورت مشخص پروستات و سرطان بیزه و اینا آره سرطان بیزه و اینا همه دلوقتي. سیبیل میذارن یعنی سیبیلشون رو و سیبیل میذارن منم قراره اینو از بزنم و کل ماه نوام رو سیبیل بذاریم آها تو میخوای ریسیت کنی و از نو بذاریم آره ریسیت و. کنیم آره باید ریست کنیم آره چون کازم نباشم از روز اول حتی اقل یه یه هفته اول رو آره اوکی خود او دو میشه تو مجموع آره دیگه واسه این, این تو داری من نگاه میکنی و <تصفح> فرزه <تصفح> دماغو من نشون میده کجا نگاه میکنی آخه چشش رو به چه چشش رو اه آره خلاص قراره که چیز بزنیم سیبیل بذاریم شما ما بذارید عکس ها رو بفرستید ما استوری میکنیم کلی هم حال میده من سپورت بگم, بگم. چیو کی تو خونه تو خونه، تو فشار حد, حد اکثری نه تو کدوم خونه سیبیل گذاشتن الان در این دهه ساپورت میشه خونه تو <تصفح> <تصفح> ببین حاج خانوم دیگه به حال <تصفح> متوجه میشه بله, بله. ایشون دیگه میدن ما برای کارمون برای یه داشته باشیم دیگه <تصفح> <تصفح> <تص آه؟ بعد بفهم. میذاری تو هم کارون دیگه. فقط سیبیل باشه سیبیل. میذنی دیگه ریشو از نه ریشو نمیذونم. به بابا بارش بزن. من نمیدیدم ریشو میذارم. بچه افله میشه. بابا بزن دیگه یافتت. پرزیدنت یوبس اینو با تپله گلی سفا. وای. بعد تو هفته چطور بوده؟ دیبیتو نه چطور؟ دیدی بی تو رو دیدم او نه دیدی کلشو او شرکت من من دیدم خیلی خوش و کنترل من واقعا حالا کردیتو میگن give credit when it's due ترامپ خیلی خوش و کنترل کرد من از احوال بودم اونی هم بود. خیلی خوش رو کنترل کرد مثلا نپره واسطه حرفو ولی خب میدین که میکروفون ها رو قطع کردن آره ولی خیلی مشورد. کم اتفاق دو سه بیشتر اتفاق نیفتاد دو سه بیشتر اتفاق نیفتاد ولی خودش رو کنترل میکرد اونقدر دیگه دریده نبود آره جالب بود برای من که اتفاق افتاد ولی اکثر اکثر پولایی که چرا دوباره تو اخبار نه, نه آره این بریم تو اخبار نه نه منظورم کشورمون بود کشور آه آها آها کشور ایران بایدن هم که دیدی آره, آره اسم برد گفتش که یو ویل پی ا پرایس اصلا 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 بله پسر کوچیک ترامپ رو دیدین تازه یا؟ نه وقتی که ترامپ رفت تو باید هستین های داشت الان خیلی شده جدی؟ آره برای من خیلی عجیب تو بلوغ بود دیگه تو بلوغ 15 شونزه خیلی این نمیشه 25 نقص داریم زبط میکنی؟ نه نه یازده بفرمایید بزنید فکر کنم دکومنت مون رو این تا اومد شد همه رو مررس نداره سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از این های این برنامه مازم. در کنار من من کازمم در کنار من ترامپ نشسته سلام سوسیس و اسکلت هم مامان سلام, سلام. این قسمت قسمت چندامه دیویست و پنج و جونم براتون بگه که برگشت با دیگه اگر که میبینید قیافه های ما خیلی عجیب غریبه هالووینه و ما تصمیم داشتیم که برای هالووین اینطوری بشیم قیافام هم و بشو کنیم بشو بشو. قرار نبود اینطوری باشیم واقعا ولی دیگه کم بود امکانات و گران بودن کاستوم های عجیب آه. یعنی دیشب که ایشون قیمت ها رو گفتن من دیگه تصمیم گرفتم که نرم و خودم رو این ریختی بکنم نارد نیستی با, با دنپایی رو موبلی نه دیگه آقا کازم با دنپایی میشینه دیگه, دیگه. موب با دنپایی چه؟ نه نه این دنپایی تو خونه است مخصوص است بله بله رو موبلیه. بله چه ما خیلی دماغم کوچیکه این تو هم خیلی جای دماغ نذاشتن براش بله اصلا هوا نمیاد کارو بیفته وسط کارون تازه الان ساکته بخواد اپیزود بره و چی کنه چون چیزم همه من همین جو هم خیلی سراخه دماغم بازی به دامت نفس میکشم الان دارید میکنده از سراخهای دیگه که بازش شما سراخه کنید الان دیگه افتضاحه از اونایی که بازه فعلا استفاده کنید برای هواگیری شما چه خبر چی سلامتی وای همه چی آرومه برای رفت با کارون اینو بگیریم سوپ رفتیم که پرزنت ببخشید یعنی که ما به موقع میرسیم رفتم هم تو ورس ها نه پایین نه از اون مدرسه 11 مگه باز نمیکرد ما یازارو بودیم شلوغ بود بودن آدم ها خب بذاری لباس این کاستوم که واسه خانوم هست میزنن با کارون داشتیم می که یه ذره ریویلینگ زیاد یعنی به بهانه هالووین بر شما پیام دیگه کار... چیز بود کاستوم پرستار بود یا دختر مدرسه چیزه <laughs> دامن بودن یا پلیس پلیس تمام پولیس. شغلای مختلف و چیزشو میزنن دیگه بله نجار, نجار بود بله. ورک میکنن بگو ببینم آخرش میخواد چی بگی نه هیچ چیز خیلی جالب بود که اینا خیلی قشنگ مردانش یعنی... هم هست آخه مینی بله. من مشکلم چی حالا ما بله. سال پیش که این بیماری نبود خب مثلا بیرون اینا میرفتیم و اینجا از این خونه های هانتد مثلا ترسناک میزنن که برین توش و فلان بعد خب سرده الان کلونه منفی دوازده درجه داره برف میاد نمیدونم میدونی همین الان 6 درجه است بیرون عجیب اه اه همون کلونه که هم رفتیم امسن. بعد همون کلونه که رفتیم بعد دیروز مثل اینکه بالای کوکیدا هم داشته برف می اومده همون مثلا اینجا مثلا اینجا ای دیروزم آره آره وبکم گراس مانتینو میدان قشنگ برف بود کام همون بعد خب سرده بعد خب این لباسایی که مثلا تا یه مثلا دو کف دست بالای زانو هست و اینا خب نمیدونم چه جوری کف دست که داری مرا میذاری خیلی دو کف دست بالای زانو دیگه میرسم به جایی که نباید چیز حسابانی نفس میگیره فکر کنم به این موقعی که فرهادینا دارن صحبت میکنن موقعی که فرنه دارن صحبت میکنم من سویچ میکنم دیگه تو این در بیاری یه دو تا نفس عمیق خیلی برای من جالبه که بدونم این دوستان چه جوری میتونن دووم بیارن او تو اونا از تو هر سال میان تو مثلا گرم <تصفح> <هم بوده تصفح> که میریم <تصفح> که بیشتر جمع میشن به صورت عمومی مثلا بیماری دیگه آخه یه چیزم هست که ایرانی میگن که این خارجی سفتن سفتن میگن تو زمستون از اینا شلوارک از تو همین نوشیدنی اینا میخورن دیگه <applause> بله بله نوشیدنی های غیر مجاز و... تو چه خبر؟ هفته خیلی شلوغ و سر کارو ام... هفته همه هم خودی بودیم از هفته من... چیز هم رفته این مریضی هم بالا در شهر دیدید یا نه و دیگه اون روزا نیست دوباره الان این روزاست <تصف> <تصف> تو موج دومیم رسمن آقا ولی استریم خیلی حالا به من استریم زامبی مخصوصا خیلی من حال کردم چرا تو ما فکر خیلی بد ببخشید خیلی فشار اومد آقا همه عطور افتاد خیلی خنده دار بود دیگه چون من داشتم اولین بار اون بازی با تو میکردم بله یه سه اتفاقات که میفتود واقعا داشتم نمیدونست بود مثلا جن با و روح ما در تلزا و اینا چقدر خنده دار بود داشتم تقریم میبردیم بعضی هاشو استرس بارا بود خیلی اکسپرینس خوبی بود بسن. جالبه تو تویترت امروز امرو دی دیروز دیشب یه چیزی دم نوشته بودی درسته؟ میخوایم چیکاری بکنی؟ آره دیگه. چه کسایی که نخوندن نمیدن چیه برن تو توییتر ایمان ببینن میخواد حالا یه زیجاله بهتون بگم تویش ایران فیلتر شد کی امروز نه خدا ما دست ما دست رو هر چی گذاشتیم تو ایران فیلتر کردن نه نه اصلا رو هر چیزی داشتیم. رو ارز دیجیتال آره رو عرض ما هرچی دست عرش. گذاشتیم واقعا خراب شد ببین اوایل من یادم ما رفتیم تو کست باکس اون رفتیم تو انکر انکر رو فیلتر کردن یه یا مدت یاد میاد بدبخ شده بودیم را نمی‌تونستی رادیو جوان رو فیلتر کردن تو ایران بعد دیگه جونم براتون بگه که دیگه چیا رو فیلتر کردن اما وقتی که اومدیم وبسایتمون یکی گفت ایم. فیلتر کردن تو ایران وبسایت ما رو گفت یکی توی اینستاگرام گفته بود یه عزیزی بعد تویچ هم که ka... ولی خب حالا امروز میدیدم بعضی هم گفتن هست نیست ولی چند تا تویچ استریمر ایرانی که میدیدم گفتم باید با وی پی این می شدن میشدن امروز دهنشون سیریز شده این داریم میدیم به سوی ملی شدن اینترنت این شده که نداریم دیگه اصلا لفظش هم نهی نه اخی لفظش اومدن دیگه نه تو نه یا چش <highlighter> آکازه تیزی میکشم <podcast> بریم سر اپیزودمون آخ آخ ترام. من وسط ممکنه بیهوشم چی داری برامون جون زمان ولی موش خیلی مرتب تر از اخترام به خودمونه پر پشت بفهمید بفهمید شام گوزه نداریم بهش پرس کنیم اه آقا احترام بذارید چیزی نباش لطفا از اون ترامپ بله اصلا من دیگه کاغذرم نمیبینم آره اخ من بیام با این قیافه رو معنای زندگی تو باید آره این پارادوکس مهمه آره این پارادوکسش قشنگه بگو بگو من میام اینجا میشم از معنای زندگی صحبت میکنم بعد ایمان پست اینستاگرامو که میره تایتل داف اسمی خیلی قشنگ بود بابا اخه. بابا انصاف کجا رفت این نشون رسانه دست تو نیست اون جذبی که داف اسمی اون که رسانه میکنه نه آخه میبینی من چیکار معنای زندگی میگی میشون بزن بهت بگم برای چی به خاطر اینکه ما یه دفعه ما یه دفعه یه پست اینستاگرام رفتم بعد کارون براش گفتش که خب این کل اپیزود رو توی همین چند دقیقه همه فهمیدن چی شد معلوم نشد چیه تو ایزی بذاری که مردم مشتاق بشن برن گوش بدن ببینن چه خبره و پیدا کردنش واقعا سخته این که اول فاکتورهای من اینه که هممون توش باشیم حالا من یه سوتی اون دفعه شرمنده سر اپیزود شما دوربینا جابجا نشده بود <applause> اول که هممون هم صحبت کرده باشیم دوربینه بچرخه بعدم اینکه یه چیز جذاب باشه و کل اپیزود هم لو نده یه به داف اسمی <applause> رسیدیم بعضی اون گفته بودن داف اسمی نمیخوان کاش میگفتن چی میخوان کاش آره بگم الان که اوکی کسایی که گوش میدن ما رو دیگه ما رو میشناسن میدونن راجو چی حرف میزنیم البته آج خونا ناراحت شده بود پستا که ببینه میگه خب مثلا اینا راجو دافس داف اسمی صحبت کرد نمیدونه آخه بعد ببینه کدوم داف اسمی خیلی مهمه باید اپیزودای ترمون هم ببینن بله فقط بفرمایید سلسله اینا چرا حالا نه ببخشید آقا سنگا چون همتون زنید تو کاری سلسله یعنی تنه که فقط مال ما خوار داره ما نمیتونیم سلسله بدیم دیگه شد من کاری بکنم شما انجامش ندید آره به قرآن نصف کارهایی که بود کازم میاد میدونی ما بفرمایی سلسله بزود کازم آره توی دو تا قسمت اول معنای زندگی ما اومدیم معنای دارتون سیویز بذارید کارمونو بکنم بفرمایید این معنی زندگی رو از منظر کسایی که به یه وجود نامی را از یه دنیای معنوی برای نزدیکتر کنیم بله به یه وجود نامی را از یه دنیای معنوی برای معنادار بودن زندگی نیاز داشتن اون دو تا دیدگاهی که توی در دو تا قسمت اول راجبش صحبت کردیم که حالا به طور مشخص دیدگاه های روح محور و خدا محور بود چرا میخوانی؟ احساس که هم تو خفه میشی یه هر از یه فوت هم زیر صدا شده میاد باز دارم که میکنم صدا بعد میاد نه میخوام چک کنم کنترل کیپ کنیم آره کمی صدا کنیم آقا آهش ما رو میگیره من اینجا بیهوش میشم <تصف meet> <تصف meet> تو برو تو برو آره تو دو, دو تا قسمت اول راجبه اونا صحبت کردیم بعد قسمت سومو به دیدگاه طبیعت گراها اختصاص دادی و به طور مشخص طبیعت گرای ذهنیت گرا که میگفتن که اینکه صرف اینکه شما یه چیزی رو واقعا بخواید و برای رسیدن بهش تلاش کنید این شما زندگی معناداری خواهید داشت اه. که در واقع معنای زندگی رو قائمه به فرد میدونست و برای هر فرد به صورت منحصر به فرد تعریف میشد که نظر مخالفم هم داشتیم میگه قسمت قبل راجبش زیاد صحبت کردیم مثلا چون مثال هیتلر رو زدیم یا یه آدم میخوای اونو برداری نه, هر نه، چون احساس می‌کنم میکنم خیلی مافلده واقعا که هر دوتای اینا در واقع بد نیست دنبال بزاده. چیزی بودن و برای رسیدن به اون واقعا تلاش کردن در صورتی که زندگی خیلی تعداد زیادی از انسان دیگر رو تحت تاثیر قرار دادن و خراب کردن اینا با اون تعریف همچنان میتونیم بگیم زندگی معناداری داشتن ولی خب لزوما این حرف درست نمیتونه باشه بله الان داری هنوز در اپیزود قبل داری آره در مورد این هفته هنوز نفهم. نمیگی آره. که در مورد کدومش بله بله و یه سوال دیگه هم این بود که اصلا خواستای درونی و ذاتی ما چیه این خواستا همه میتونه تحت تاثیر عوامل بیرونی باشه پس خیلی راحت نیست تعریف کردن این که بگیم شما صرف اینکه یه سری خواسته درونی داشته باشید و دنبالش برید زندگی تو معنا داره چون ممکنه اون خواسته ها واقعا اصلا درونی شما نباشه از بیرون به شما در القا شده باشه حالا توی این قسمت میخوایم راجع به دیدگاه آبجکتیویزم یا عینیت گرایی صحبت کنیم این دیدگاه خیلی ز زر... <تصحب> 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 به امام زمان اینقدر خودم نگرداشتم صفت <تصحب> به من نداری میخوانی اون شرایط سخت خودت من نفسم درده میبین درش بیا درش بیا ببین صدات خیلی بده آخه من ترسن کسایی که درم میشنمنم بد باشه صدات مافلده مثل این که داری تو مثلا کاسه چیزی صحبت میکنی روحت در بیار اینجوری خیلی چیه جوریه؟ خب نمیتونی بخونی که اینجوری بده؟ اصلا نه نه اینجوری خوبه ولی خب میتونی بخونی بای. ایش ما رو گرفت کارون بود زیرش این همه رسید این صبح اخترام خیلی راحته یعنی همیشه شما اینجوری نفس میکشیدی لا مستب اون تو هوا نبود اصلا آره حالا تو اپیزود فراد میتونم بزنم بله بله آره چی بود؟ آره که این دیدگاه حالا ابجکتیویزم یا گرایی میاد خیلی ظریف در دیدگاه قبلی که راجعه صحبت کردیم و دیس میکنه چی میگه میگه که یه مفهوم یه کیفیت ذاتا معنادار و با ارزش مستقل از نفس ها یعنی مستقل از افراد اینکه حالا طرف به خودش دنبالش بره بهش باور داشته باشه نداشته باشه حتی مستقل از اینکه به نحوی با عالم معنویت در ارتباط باشه که حالا دو تا دیدگاه اول رو داره میگه که روح محور خدا محور میگه این کیفیت ذاتا معنادار و با ارزش وجود داره و به زندگی معنا میده خب این باور عینیت هاست بعد میگه کارا به صورت کلی دو دستن یا معنادارن یا ذاتا معنادار نیستن کار معنادار چیه میاد به صورت کلی به دو دسته خلاقیت و اخلاق تقسیم میکنن یعنی در واقع کریتیویتی و مورالیتی بله. میگن کارهایی که توی این دوتا دسته باشن اینا کارهای ذاتن معناداره بعد یه سری کارهای دیگه داریم اینا کارهایی که ذاتن معنادار نیستن مثل چون مثلا ناخون گرفتن یا کار معمولی میگه اینا کاری نیست که ذاتا معنا دار باشه و به زندگی تو معنا بده سوال بپرسم کریتیویتی که مثلا میگی مثلا پادکست ساختن هم جزو کریتیویتی محسوب میشه آره میتونه می باشه دیگه اونلی فن داشتن هم جزو کریتیویتی محسوب میشه دیگه ببین حد و مرز مشخص نداره خب با یه سری تفاسیر حتی اون هم میتونه باشه با یه سری نمیتونه باشه ولی به صورت کلی شما اگه بتونید کیفیت زندگی خودتون رو و آدم های دوروبرتون رو و حالا موجودات دیگر رو اگه بتونید افزایش بدید این میتونه کار ذاتا معنادار باشه درست. کیفیت زندگی رو اضافه کرد حالا واقعا شاید اونی که پیج جونلی فنزم داره داره کیفیت زندگی های بقیه رو بالا میبره نمیدونم سردرسن ولی اگه ببره میتونید مثلا بگید بالاخره معنادار. معنادار بله آره حالا میگه دسته اول که گفتیم دو تا هستن دیگه یا معنا دارن یا نیستن دسته اول که معنا داره میگه مستقل از اینکه یکی فکر کنه معنا داره یا نیست یا دنبالشون کنه اونا معنای خودشون رو دارن مستقل هستن ولی دسته دوم بی معناه ذاتا بی معنا حتی اگه یکی بهشون باور داشته باشه یعنی این دقیقا در تناقض با در دیدگاه سابجکتیویسم که اونا اینجوری میگفتن که صرف اینکه شما معنا باور داشته باشید اون کار معنا داره ولی میگه یه کاری که ذاتا بی معنا باشه مستقل از اینکه این, این نفرم بهش باور داشته باشه اه. اون همچنان بی معنا میمونه خب یعنی کاری که حالا بر مبنای کلاهبرداری باشه و اینکه شما بخوای بری پول بیشتری به دست بیاری حاضر باشی سر بقیه کلاه بذاری صرف اینکه هزاران نفرم به این قضیه باور داشته باشن و انجامش بدن که انجامش دارن میدن این اون کار رو معنادار نمیکنه چون ذاتا بی معناست اینو در عوض خیلی مسلط تر شدن این ورزشکارا میگن با اکسیژن کم تمرین میکنن که روز مسابقه بالا به پرفورمنسش زیاد بشه بر من اینجوری در الان کنم که اکسیژن کلان پس این یه جور محدودیت شده بود براتون شما پار خیلی شما رسید همین حجاب بعدا میگم از دیدمش بعدا میگم موقع تام شد بله بلده. آره رو اینا رو گفتیم پس کاره باید ذاتا معنادار باشه ذاتا معنادار نباشه به هیچ طریقی نمیشه اون به زندگی شما معنا ایجاد کنه بعد حالا یه سری دسته خیلی افراتی عینیتگراها هستن که میگن که خواسته افراد هیچ نقشی توی معنادار شدن اون کار نداره و به زندگی اون آدمها معنا اضافه نمیکنه که میگه این خیلی دیدگاه نادریه خیلی اکستریم خیلی افراطیه یه چیز بینابینی هست که بیشتریت اینیتگره ها به این اعتقاد دارن حالا جلوتر مثالشو میزنم که واضح تر بشه که نظر معتدل تری دارم میگه صرف داشتن اون کیفیات ذاتن معنادار به زندگی شما معنا نمیده باید یه سری کیفیت از زندگی خود فردم بهش اضافه بشه یعنی فرض کنید شما یه کار ذاتن معناداری رو انجام بدید که خودت دوستش داری در مقابل اینکه یه کار معنا معناداری انجام بدی که خود دوستش نداری با. و یه عقیده خیلی معروف هست که میگه زندگی معنا داره که علایق فردی تلاقی پیدا کنه با جذابیت های عینی عینی گفتیم همون ابجکتیویسم کار ذاتا معنا داره پس اگه علاقه شخصی تو هم راستا بشه با یه کار ذاتا معنادار دار اون میتونه واقعا معنای عمیقی به زندگی بده و این باور اکثریت عینیت و خیلی قشنگ میگه میگه که نه کاری که طرف خیلی دوستش داره و دنبالش کنه و ازش لذت ببره معنا داره سابجکتیویسم نه کاری که ذاتا معنا داره ولی طرف اهمیتش رو درک نکنه و ازش لذت نبره ابجکتیویسم افراطی یه چیزی وسط باید باشه اون طلاقی است که مهمه کار در ذات معنا دار همسو با علاقه و خاصای فرد مثال جالبش اینه مادر. این فکر کنم جزء تمام که از تمام که گفتی قابل لمستره یعنی اینو از توی بچگی خیلی به همون گفتن که چون مثلا برو دنبال کاری که دوست داری و دیگه کاره برات کار محسوب نمیشه تو تو بچه یه ما اینو به ما نمیگفتیم توی فیلم ها و اینایی که میبینیم خانواده های ما که همه دکتر مهندس پروفسور میخواستن اه, این, این شده, شده؟ کازم <صدق> 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 <ای بالا ما تو ایران که زندگی معنادار زندگی خدا محوره دین محور خدا محوره برای همه من با همه کار ندارم چیزی که حالا آموزش داده حتی. میشه بر بر. باور امومی اونه این چیزی آمی... که تو میگی برو دنبال کاری که دوستش داری اون دقیقا تعریف سابجکتیویزمه که هفته پیش صحبت کردیم دقیقا این نظام های غربی حالا مخصوصا سرمایه داری تو رو میفرسته به سمت اینکه ف... بری کاری رو که خود دوست داری انجام بدی چون اگه تو اون کار موفق بشی سود بیشتری تولید خواهد شد این یه ذره فرق داره تعریفش میگه باید خود دوست داشته باشی ولی کارم ذاتا معنادار باشه خب تو مثلا ممکنه بتونی توجیه کنی آقا خرید و فروش ذاتا معنادار نیست اینکه تو یه جنسی رو از یه جا مثلا اکس بخری یه جای دیگه مثلا دو اکس تومن بفروشی ذاتا معنادار نیست خب حتی اگه اونو دوست داشته باشی و ازش لذت ببری شاید برای یکی هم باشه نه همینو داره میگه میگه ام. یه سری کارو در اه ب... اه حالا انگلیسی بای براساس تعریف خودشون معنا دارن خب با. مثلا کمک کردن به افراد چه مثلا بزرگ کردن یه بچه با عشق بزرگ کردنش این میگه در ذات معنا داره حالا اگه تو این کار رو بری انجام بدی و خودت هم بهش علاقه داشته باشی میگه ارزش زندگیت بیشتر میشه مثالش همین مادر ترسا که حالا معروفه دیگه اون خیریه رو داشته به بله بله تفسیر دیدیمش روحشون رو آره خیریه داشته حالا به بچه های بی سرپرست و فقیر رو اینا کمک میکرده میگه به عنوان فردی که کار ذاتا معنادار داشته کسی توش شک و شپه نمیاره که آقا این کارش معنادار نبوده زندگی قطعا معناداری داشته چون داشته کیفیت زندگی آدمای دیگر رو بالا میبرده و کمک میکرده میگه اگه حوصلش از کاری که انجام میداده سر بره زندگیش معنادارتره به نظرتون یا اگه حوصلش سر نمیرفت و واقعا هم لذت میبرد خب دوم. دوم. آره دیگه آره هممون داریم میگیم پس ماها هممون باور داریم که یه تعریف معتدل بین بینی باید وجود داشته باشه و اونجوری خیلی افراطی نمیشه عینیت گرا بود که نه کار صرفا معنادار باشه تو حتی حوصلت هم سر بره زندگی معنادار داره بهش ارزش اضافه میکنه چیزی که این داره میگه میگه باید تلاقی داشته باشه با خواستای شخصی اگه تو حوصلت از انجام اون کار سر بره تو ارزش ماکسیموم رو به دست نیاوردی یه چیزی زیر بهینه داری کار میکنی که این, این قشنگی به نظر نکته ظریف و خیلی مهمه تو چرا سوسیس تو صاف میکنی من نمیفهمم سوسیس این جاش داره باز میشه میخوام صورتم قرص ماه بیفته خب اینجوری ببخشید کسایی که میشنون باید واقعا دیگه من چه چجوری توصیف کنم دیگه این وضعیت الانو نشستن ایمانو آره. اولش گفتیم خلاقیت دلوقتي و دلوقتي اخلاق خب اون دو تا دسته ای بود که میگفتیم کارهایی که توی اون دو تا دسته معنا دارن ذاتا میگه فقط به اینا محدود نمیشه مثلا یه کشف یا یه کار علمی قبلش گفتم یه بچه رو با عشق بزرگ کردن نه موسیقی نواختن ورزش خوب کردن حتی چون ترویج دوستی و علم مطالعه ترویج سل مت... آره مطالعه ت... انسان دوستی بله بل. مطالعه طبیعت کلا کیفیت زندگی انسانات یا حیوانات رو بالا بردن حیوانات هم توش محسوب میشه آره موجودات زنده خب خلق الله و حالا این ای مثالش هم به الان مربوطه میگه چالش های حل کردن که توی یه برهه از زمان خیلی مهم بوده مثلا الان اونی که واکسن در واقع بهینه یه کرونا رو بتونه کشف کنه هفته دیگه این این بیماری او لغت رو گفتیم حلش میکنه. یه سری میشه الان توضیح بدم که چرا چیز میکنه یه لحظه اونو کش کنه زندگی <تص> بسیار بگو بگو. خیلی ها پرسیده بودن که چرا اسم این بیماری رو و اینا به خاطر اینکه یوتیوب الان کمر بسته کسایی که اسمشو میارن ویدیوها رو میاره پایین و جاهای مختلف برای همین ما برای اینکه ویدیوهامون قابل دسترس باشه و بتونید ببینید از اسم این بیماری استفاده نمیکنیم، کنیم خیلی ها این کارو نمی کنن. در واقع اسمش رو به خاطر همین توی ایرانی و خارجی روی این یک کلمه الان حساس شدن اسمش نبر شده بفهم و یه مورد بود این خیلی نظر من رو جلب کرد بفهم میگه که قدم گذاشتن تو مسیری که ذاتن هیچ وقت نمیشه کامل فهمیدش و بهش رسید چرا؟ چون هرچی فرد بهش نزدیک تر میشه دانشش نسبت بهش عوض میشه این انگار یه مفهوم داره نامتناهی بی بینهایتی رو تعریف میکنه میری با به بینهایتی چه نمیتونی برسیم چون درست هر چقدر بهش نزدیکی ادامه میشه. داره اه. <تصفيق> 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 اه. این میگه که شما توی یه مسیری بیافتید که هیچ وقت بهش نمیرسی میدونی بهش نمیرسی چرا؟ چون هرچی بهش نزدیک شی در ظاهر فهم و دانش نسبت به اون بیشتر میشه و میفهمی که او چقدر مسیر دیگه ممکنه وجود داشته باشه مثالش علمه خب کسایی که میرن دنبال علم تو قبلی هم گفتیم دیگه که هرچی بیشتر میدونی میدونی که چقدر کم دقیقا آره همین که ایمان میگه حالا اونایی که میرن توی مسیر علم هرچی بیشتر راجبش میخونن بیشتر سواد کسب میکنن بیشتر میفهمن که چقدر نمیدونن چقدر مسائل تو دنیا هست که اصلا دونسته نشده حالا سریال دارکو دیده باشی میگه چیزی که ما میدونیم یه قطر است چیزی که نمیدونیم یه اقیانوسه این خیلی نظر منو جلب کرد دلیل اینم که جلب کرد خیلی روند آشنایی بود برای من برای حالا زندگیم که قبلش هم صحبت کرده من اپیزودا رو با این شروع کردم که زندگی هدف محور یه جا از معنا توهی میشه خب هم. این خودش یه هدفه ولی هدف جوری نیست که تو بهش برسی یه هدف رونده است و این رونده بودنش خیلی میتونه جذاب باشه توی حالا این مثالی که من خوندم این از همه بیشتر به دل من چسبید یه سوال حالا اگر واقعا از سر دل به این باور داشته باشید تو رو باز نمیداره از اینکه بری سمت یه سری اهداف به خاطری که خب میدونی هیچ وقت به تریش نمیرسی دیگه آره جا من ندیم مخنی. ببین بستگی به نگاه داره دیگه ما اگه نگاهمون این باشه که یه نقطه ثابت رو برای خودمون تعریف کنی و بریم بهش برسیم مثل همون فتح قله است میدونی مثلا یه قله رو فتح میکنی و شم تموم میشه برا تو بله خب این میتونه یه نگاه باشه تو ولی به هر کدوم از این اهداف که رسیدی باید یه مجموعه هدف دیگه برای خدا تعریف کنی که زندگیت ادامه داشته باشه امه. ولی این تو میتونی یه هدف مثلا واحد داشته باشی که آقا من چه میدونم من سطح آگاهیم رو بیشتر کنم این امه. نامتناهیه این یه هدف روند است درست. تو هر روزت میتونی بیشتر از روز قبل آگاه باشی درست و دیگه هی لازم این قضیه رو عوض کنی حالا اون هدف رونده یه چیز معنادار باشه و با ارزش باشه خوبی میتونه کیفیت زندگی کمک و میتونی مثلا هر دو نوع این اهدافو داشته باشی دیگه یعنی اون اونو باشه واسه جنبه روحی کار و عرفانی قضیه ولی خب تو اهداف روزمره زندگیت هم داری حالا آره قطعا نه الزامن تمام تو رو آره قطعا اونو... تو مثلا میگی من چنا درسم رو تموم کنم کار پیدا کنم دادم ماشین بخرم چیکار کنم اینا بالاخره اهدافی که تو یه نقطه از صفر و یا میرسی بهش یا نمیرسی ولی اونا لزوما معنا نمیده معنا رو این مدل اهداف حالا رونده که ته نداره و تو هی مثلا بیشتر میتونی تو قد... توی مسیر جلو بری میتونی داشته شاعرم گفته دیگه هر چی ما میریم بیشتر و بیشتر من دوست دارم بیشتر و بیشتر <laughs> بله یسام <laughs> 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 <بعده> تو از یه سوسیس و یه کازم یه استخون بیچاره خیلی منطقیه نه چی میگی غمگینه بابا نگو خدا جاز کن ناراحت میشه کلی زحمت کشیده با چی گفت کار منش منطقیه خیلی من کلا به تاشو دیده دیگه به آرای به تاش رسید چی دیده به آرایشو و اینا حساس هم رو فوسم بعد برای همین الان اومده اصلا خودم نیستم همین نمون تو بودم خودم نبودم حساس نشو حساس نشو خب آره بعد یه سری تلاش کردن که یه قانون کلی یه سنگ محک پیدا کنن که بتونه تمام کارهای ذاتا معنادار رو تو خود جا بده و تعریف کنه خب خیلی خوب میشه اگه اینجوری باشه من شخصا خیلی دوست دارم یه... یه قانون کلی آقا این اگه اینجوری شد اگر این اتفاق افتاد پس این معنا ولی یه سری میگن کلا این کار بیهود است همچین ویژگی نمیتونه وجود داشته باشه که تعیین کنه یه کار معنا یا نیست آخه سخت میشه دیگه تو فکر کن... یه سری کارهایی که مردم دوست دارن و با علاقه انجام میدن یوری یکی میاد میگه نه اینا بیمناس فرد شاید مثلا ما هم کاری رو انجام میدیم به معناش فکر میکنیم بزبه. بله شما در حال نه جدی تو روزمره مثلا ما کارایی که میکنه همش فکر بودی که معنا داره نه, نه داره همش نه ولی بعضیاش هست بعضیش اینطوری که واقعا چقدر حالا به زندگی خود من میتونه این اضافه بکنه چقدر من میتونم به زندگی یه نفر دیگر رو بهتر بکنم با کاری که دارم انجام میدم چرا بعضی همه کارهایی که میکنی دیگه علا که نیست که اولیش آره اولیش که زندگی خودمو بهتر کنه آره ولی دومیشم من شک دارم ما اصلا برامون مهم باشه که به بقیه کمک کنیم چرا 100 درصد برام مهمه نه از زندگی نه از نه از زندگی خودت من میتونم چید... هفت تا مثال بزنم همین الان آخه همچین تصمیماتی نه, نه نه گوش بده اوه آخ... میخواد <تص> که تو همچی... فکر میکنی مثلا میتونی با مثلا یه کاری انجام میدی وقت میذاری که به زندگی یه نفر دیگه اضافه بکنی توی راهی که داری میره کمکش بکنی اینا همش معنادار کردن زندگی یکی دیگه, دیگه آره. دیگه. این که آره ولی من میگم چند درصد آدم ها این دقدقه شونه خیلی ها اینو دارن هر کسی که بچه داره صد درصد یه همچین دقدقه داره داره برای حالا شاید توی ذهنیت خودش داره تلاش میکنه که زندگی اون بچه ها رو بهتر بکنه توی مخصوصا آره. کسایی که تو ایران هستن آره. یا مثلا کسایی که یه دوست آشنایی دارن در حال تو یه قسمتی از وقت زندگی تو میذاری برای اینکه به یکی دیگه کمک بکنی دیگه نه درست خدا رو شکر ولی به نظر همچین منطقی دارم صحبت میکنم همچین حرکت هایی خیلی روزمره نیست یعنی خیلی یعنی به ندرت اتفاق نمیافته. درست گفتم به ندرت اتفاق یعنی به اتفاق, اتفاق میفته که <applause> تو بخوای به زندگی اوز... یه نفر دیگه کمک اینجور کنی اینجور اکشن ها اینجور اینجور حرکت ها چیزایی نیست که مثلا تو هر روزت اینطوری باشی من من دیدگاه خودم مون... یه نفر دیگه حالا اگه خانواده و بچه‌ای خود رو دارم دارم در نظر نگیری به خیلی به میشه دیگه یه آدم معمولی رندوم تصادفی چون تو میری سر کار میای کار تو از قبل تعیین کردی مثلا شاید تو وقتی که میخواستی کار تو انتخاب بکنی دیدی که اوکی این کاری که من قرار بکنم صبح تا شب چه تبعاتی برای خودم داره چه تبعاتی برای دیگرم این ست شده دیگه تغییر آنچنانی پیدا نمیکنه تو تو کاره یا غیر مستقیم میشه دیگه کمک به بعد آره هم غیر مستقیمه همین که خب شاید اون افرادی که اطرافت هستن اون کسایی که دیدی مثلا باشون زندگی میکنید هر روز نیاز به کمک بتونن مثلا کمک تو رو نیاز نداشته باشن درسته. موقعی که ولی نیاز هست اون افراد اون شخص هست که بتونه کمک بکنه و اون شخص هست که مثلا بتونه اون نیازی که هست رو برآورده بکنه ولی خب من بعید بدونم که به ندرت اتفاق بیفته تو شاید کسایی که یعنی من الان توی زندگی خودم رو دارم فکر میکنم خیلی مثال کم پیدا میکنم خب ولی احتمالا همه ما هم همینطوریم که وقتی میخوایم در مورد زندگی خودمون صحبت بکنیم مثالامون خیلی کمه ولی یه نفر که از بیرون داره میبینه احتمالا خیلی مثالهای بیشتری برای خودتون میتونه بیاره که تو مثلا فلان وقت رو گذاشتی به فلانی کمک کردی احتمالا به زندگیش معنا داده اشتباه دارم میگم یا فکر میکنی درست و غلط نداره اسم میکنم ای این مایندست هم اون ذهنیت هم که باشه حالا الزاما تو هر روز نخوای کار انسان دوستان رو بکنی نه من اینطوری نیست, روز... نیست که تو هر روز صبح بلنشی بگی من امروز میخوام کار انسان دوستانه امروز من چیه من ای حالا لزومن کار معنادار کار انسان دوستانه نیست نه که حالا تعریف دیگه ممکنه داشته باشه یه زی داریم میگیم که دم دستی باشه که بشه راحت ازش مثال زد یا مثلا به فلانی کمک بکنم من هر روزو بالا نمیشم اینو بگم ولی وقتی که اتفاق بیفته حتما تون وقت گذاشتید و کمک کردین دیگه اه. مثلا ما کمک نکنیم کارون عصب کشی بکنه چرا اون نمیتونه کار اجبار بود <تصح> آدم پایین برو واسه با این سوسیسان صحبت کرد برو که بهتر که سوسیسی <تصح> بندری <تصح> سوسیسه <تصح> بعد یه مفهوم این وسط تعریف میکنن هولیزم یا کلنگری هولیزم آره کلنگری بهش میگن که اینو ما با مفهوم اولیش آشنایی داریم که یه سامانه یه سیستم از مجموعه اجزای کوچکتری تشکیل شده خب این که ولی میگه ارزش کلی اون سامانه یا سیستم لزوما مجموعه ارزش تک تک اونا نیست <applause> بله خب که اینو حالا مثال معمولی بخوایم بزنیم فرض کنید شما یه کار گروهی رو میخواید انجام بدید اون کار رو ممکنه شما تک نفره چون هم مثلا 10 ساعت زمان لازم باشه انجام بدید اینجوری نیست که اگه دو نفرش بکنی بشه نفری 5 ساعت مهم. ممکنه اون کمک کردن شما به هم یه رزونانس ایجاد کنه یه در واقع باعث بشه که شما خیلی بهینه تر بتونید کار رو انجام بدید و مثلا دو نفر رو هم مثلا چهار ساعت کار بکنن که میشه هشت ساعت در کل یعنی میگه ارزش کلی سیستم لزوما جمع ارزش تک تک اونا نیست و حالا اینو بخوایم توی این قضیه ای حالا معنای زندگی اینو بهش نگاه کنیم چه جوری میشه فرض کنید میگه یه زندگی که خیرش به همه میرسه و ذاتا معنا داره ولی خیلی تکراریه از اون ارزش بیشینه میتونه به دور باشه حالا بیایم دو تا زندگی رو در نظر بگیریم که اینا مجموعه کارایی که کارهای معناداری که انجام داده باشن فرض کنید برابر باشه خب در نگاه اول به یک میزان کار معنادار انجام داده باشن ساعتی داری میسنجی میزان چی؟ نه حالا میزان معنا به صورت انتظائی خب. بعد میگه اگه فرض کنید حالا اون زندگی ها که تموم میشن یکی کارای معنادارش همچنان ادامه داشته باشه یکی ادامه نداشته باشه فرض کنید مثلا اصلا دو نفر مؤسسه خیر... خیریه داشتن فرض کن یه مؤسسه خیریه بعد از مرگ یکی از بین بره بعد از مرگ اون یکی از بین نره ما اه... میتونیم بگیم که اونی که بعد مرگش مؤسسه خیلیش از بین نرفته زندگیش معنادارتر بوده با اینکه زندگی ها مثلا فرض کنیم عینا یه میزان معنا داشته و همزمان هم تموم شده باشه اونی که همچنان اثرش ادامه داشته باشه میتونه معنادار بیشتره آره. این همون هولیزم است که م... چی شده؟ نه هولیزم آره همونی که میگه مجموع معنای این تک تک اعضا لزوما نمیشه معنای کلی معنای کلیه باز یه سری فاکتور دیگه درش دخیله میخوای یه چیکه بخوری؟ نه نه اوکی شو آره و حالا زندگی خودمون هم نگاه کنیم اینجوری نیستش که بیای بگیم مثلا من کار معنادار A کار معنادار B مثلا اینا رو انجام دادم جمع بزنیم مثلا این بشه معنای کلی اینا میتونه تاثیر مثبت حالا بیشتر و یا حتی کمتری داشته باشه به صورت کلی حالا اون مثالی که ایمان میزد که طرف مثلا به خانوادهش به بچهش کمک میکنه اینا ممکنه چون اون تاثیر مثبتی که تو توی زندگی بچت میذاری در آینده خود اون یه در واقع ارزشی رو تولید کنه یه کیفیتی رو تولید کنه اون مثالی که زده بود کسی که بچهش رو با عشق بزرگ میکنه در واقع داره یه موجود از لحاظ روحی روانی سالم رو پرورش میده که اون خود اون موجوده میتونه زندگی خیلی سالم و با کیفیتی داشته باشه که حتی بعد اینکه مثلا خانواده اون آدم هم از بین رفتن که کسایی که اون بچه رو به وجود آوردن اون به نظر میاد که زندگی اون آدمی که بچه سالم تری پرورش داده معنادارتر میتونه باشه با اینکه زندگیش تموم شده و از بینم رفته در مقایسه با کسی که حالا کارهای معنادار تو زندگیش کرده مثلا محسوس خیریه داشته ولی چه میدونم فرزند سالمی سالم. به, به،, اون اندازه سالم پرورش نداده باشه یه تو سالهات آره درسته تماشا. اپیزود سخته رو باید برید دوباره بشین یه خلاصه از کلش باید در بیاریم بذاریم آره حالا درسته. با آخرش من میتونم خلاصه کنم ولی این اپیزوده همونجور که ایمانم یه دور بهش اشاره کرد یه ذره دلنشین تر داشت به نظر می اومد قابل فهم تره <applause> آره از اون دوتا اول که خب اونا چون یه مقدار سخت اندازه گیریشون برای ما بله. میزان حالا درستی غلطیشون اونایی که به عالم معنا و معنویت وابسته هستن اون یه مقدار سخته ولی تو خود اون اپیزاد هم راجبش صحبت کردیم اون میتونه دم دستتر باشه برای ما چون معنا رو محول میکنی به یه مفهومی که میتونی روی کاغذ اون رو خیلی کامل و با کیفیت و معنادار تعریفش کنی درست اپیزود قبلی که حالا ما وارد نشنالیزم شدیم داشت میگفت صرف این که تو یه چیزی رو بخوای و بری دنبالش کنی معنا داره که خب مثال نقضش رو زدیم و گفتیم که تو اگه به بقیه آسیب بزنی با اینکه اون کارا هم خیلی بخوای اینکه که نمیتونه معنادار باشه یک دو اینکه اصلا تو واقعا چی رو میخوای ولی اینجا داشتیم میگفتیم که حالا به دور از اون نگاه خیلی افراتیش داشتیم میگفتیم که یه سری کارها ذاتا معنا دارن درست مثلا کمک کردن به آدما بهتر کردن کیفیت زندگی آدما این کارا اگر هم سو بشه تلاقی پیدا کنه با کاری که خود شما هم دوستش دارید یعنی حوصلتون سر نره از انجام دادنش این ظاهرا معنای بیشتری خواهد داشت ام. تو لاگی نیستی نیست. توی خودکست عالی شد میخوام خب میخوای چند تا جالب بگی تو آره به تشکر کنم از کارون که با این همه دلغک بازی ما اپیزود سختی رفت واقعا چه دلغک بازی به وقت راست اینجا جلوش <تصفح> سسیس سوس... <تصفح> راست <تصفح> اه... بگو جونم هشتگیشو میخوای سرچ کنم آره آره این هفته یه جدیدی که نداشتم و کسب کردم و اونم رفتن به امارای بود تجربه نه امارای, امارای نه امارای کجا چجوری رفتید کجا کانادا امارای او من مثلا یادم نبود که اپوینتمنت من داده بودم آره بعد رفتم بعد پامو دکتر گفته بود که قبلا گفته بود یه اکسری دیگه بگیرم از پا ولی خب بعد تغییر شدن به امارای و اینا برای همین طول کشید زیاد بعد من رفتم من خب خیلی از آمپول و کلا میترسم خیلی میترسم بعد نشستم خوابیدم آقا کاظم بریم یه آمپول بزنیم خوابیدم رو تخت که بریم تو تونل یهو دیدم خانم اومد یه آمپول در آورد و نمیدونم میخواد رگ ما رو کنه من حالا اون تونله که دفعه اولم بود دیده بودم یه یه بخشی از اون ترس ترس که نه دل هورگیم بود وقتی آمپول آورد گفتم آمپول چرا من اوکی هم. من به هوش میرم اون زیر گفت نه این واسه اون نیست میخوایم رنگ بزنیم تو خونه بعد یه مزه ای هم میده احساسش آره، کردی من زدم تقریبا یک ساعت توی تونل بودم و این صدای تق 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 آره. بعد تا اومدم بیرون خیلی جالب بود که پام یه حالت وزی حالا نمیدونم شما یادتونه یا نه تو هم ایمان رفتی من رفتم آره من برای آپان هم تقریبا داشت میترکید بعد رفت بودم بیمارستان و اینا گفتن ورم کرده اگر که ببینیم ورمش مثلا توی یه ساعت آینده نخوابه مجبور میشیم عملت کنیم آه. بعد تو یادت گفتی؟ نه گفتم اصلا با... تو نبودی اون موقع نه نه باید چی نگفتم من تحجب کردم بعد دو بار من بردن اون تو که ببینن چه جوری اون اینا دو بارم به تذریخ کردن؟ بار دوم تذریخ کرد ام. واقعیتش چیزی که یادمه بعد یه مزه خیلی عجیبی هم تو دهنم مزه که چون تو سیستم تو... آره, آره, آره آره گفت جو... اگر که یه مزه بدی تو دهنت اومد به خاطر این جوهر است که داریم میزنیم یه چیز اه... خدا چی بهش میگن دای. شب رنگ تور آره یه دای شب دا. رنگ تور بود و آه... میدیدی رنگش تو رنگش رو دیدی یا دی موقع نه دیدی موقعی که بهش اصلا... به اصلا... نه نه دیدم زیر این چرا برا خر... نه, نه،, نه، برای من چیز بود لایک like, 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 لایتو برید توت روشن بشه <تصفح> آره حالا بعید نیست <تصفح> حالا تو ما روشن نشه میگذاره بعد دیدی قبل اینکه بری تو میگه اصلا نباید تکون بخوری بعد تو اون توی دیگه تمام تکونای ممکنه رو دوستایی اونجا بخوری آره دیگه اونجا هر چی اصلا من خودم یه آدم تکونی یعنی من اصلا من مثلا شبو میخوام بخوابم هزار بار میچرخم از این کارو خرقت ایما, شب... ایما شب شب دست به سر میخوام صبح من پ... نه با سفر رفته بودیم بستگی میخوام. داره اگه که معذب باشم آره اگه که خودم باشم خرقلت میزنم من تو اون تخت صبح عین بسته پستی بیدار شدیم اینجوری جیلی... اینا مومیایی بود بعد فکرایی که اومد تو سرم تو تونل گفتم نکنه مثلا حالا زلزله بیاد این زنه پاشه بره ما اینجا مثلا گوش بدی اون تو زلزله بیاد خانم خانومه بره من همینطوری طوری امارای کنن <تصفح> <تصفح> من تو فردا یه امارای <تصفح> فامیلو بگیری <تصفح> <تصفح> من چیز شد دیدی ازاله میگیره من رفتم امارای زانو بعد گرفت همون شست و اینا یهو گرفت بعد خیلی متمرکز شدم که یهو با اینجوری نکنم چون میخوای یه حرکتی بکنی آره خیلی چیزی من یه بار برای من دو سه بار رفتم یه بار برای چیز کتفم رفتم یه بار برای یه چیز یه بار برای اوپاندیس. چهار بار بشه عقیم شدی <applause> جدی؟ چهار بشه عقیم میشی؟ میدونی؟ نه نه, نه. میگن یه اینو میخواستم بگم در مورد حجاب هایی داشتی میگفتی او. یا تو میاد مثلا چند سال پیش بود تو فرانسه گفته بودن با حجاب نمیتونی وارد بانک و اینا بشین آره اونی که صورت آره. آره. الان که همه ماسک میزنن چی بیکار. تقریبا همونه دیگه خب فرق داره دیگه. نه دیگه چه فرق داره نه اولا خب اون چشم میپوشونه اون به خاطر میگه یه تروریسم ممکنه بیاد ولی خب درست میگی الان داشتم که با رفتم تو بانک گفتم خب من تمام کسایی که اینجا هن <تصفح> خیلی شبیه این فیلم هایی که <applause> من دیدم آمه. که مثلا می آره اتفاق بعد توش جو هم در اومد راجبش دیگه اون نشیده بودم بعد همون موقع موغل... یه قشنگ با فیس کاور مثلا دیدی از اسکلت آمه. اسکلت آره. هم بری اون تو کسی هم چیز نمیتونه بهت بگه ولی هرچند یه جاهایی که آیدی چک میکنم ممکنه ازتون بخوان که آقا والا ما هر جا رفتیم میگه بکش پایین ماسکو آها ماسکو گفتم اگه خیلی. شما جاهای دیگه میری که میگه بگیش پایه و با تو بیا خرید کنی اون کارتونشون میدی تو مثلا کاسکو میگه یه بار من گفت بکش کاسکو نه با من <هم نابعه>. <تصفح> خیلی بهم برخورد گفتم یعنی میگه بکش خود بگیش پایین یه یه توییت بخونم من تیپاک گفته بود که نبودم چرا آخر اپیزود امروز خودکست که ایمان گفت عزیزانم مرسی که تا اینجا با ما بودین احساس کردم پدر بزرگ قصه داستان خونیش تمام کرد و وقت خواب ما هاست امروز یه چیزی بگو کازم با آره کازم با بگو تو چی داری؟ از اخیارشور یه خیارشور برای اون رو کن ببینم اینجا هست نمکی توی یکی از فرودگاه هند ماسترد هند یه آقایی دستگیری کردن که از دوبه می اومده و ایشون نزدیک به یک کیلو طلا توی مقد و حالا روده دیگه بزرگ دیگه تقریبا چون اکسشون نشون دادن دیگه میگه اتخلو بدن بسیار بزرگ بوده بس. خب اینو توش آب کردن بکنم خب چون اینو تو کیفش نذاشته خب آم باید 18 درصد تکس بسید که بده مالیات و بدی رو این مقدار شما حاضری و اماله کنی و بنده خدا گرفتن و چرا این کاری کرده و مثل اینکه یه چیز رایجیه که بین کشورهای عربی و حالا بقیه کشورهایی که مردم طلا میبرن به خاطر مالیات کارهای مختلف فرو میکنن این رایج بشه بعد این اینقدر چه کجا تا یه چیز یه مدل خیلی به نظرم باحال تر بود طلا رو مثل قفل قفلایی هست که قفل طلا مثلا ولی اونم گرفتن باز چمدون نه, نه مثلا یه, با... رو... یه, بار قفل ولی تلاس یک میلیون دلار بوده اون یکی و این خیلی بعد دور که قشنگ دخولی یعنی دخولی بود این کامل این خیلی زیاد بود تو یعنی تو بدن هست این آره چون می... این انت... مثلا من دیدم که چه میدونم مواد مخدر رو اینا میذارن آره ولی کوچولو کوچولو احتمالاً اگه دلار بشی آقا دلا میشه با میشه کلا اصلا همون مواد یه مدل دیگه هست که میخورن بعد بالا میارن بالا 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 بله خب نه نه شما بگو یه خبر دیگه بود که تو ایتالیا یه طول سگ سبز به دنیا آمده بله سبز رنگ سبز رنگ آره چه نژادیه تود ننوشته ولی عکسش هست چهار سگ آره فیلمش هست فیلم. چهار تا طول سگ دیگه هم به دنیا آمدن که رنگهای عادی داشتن و این پنجامی سگ دیگه سگ. مثل اینکه که به خاطر یه, یه مایهی بوده که مایهی بوده که موقعی که توی رحم اون ما مامانه بوده مامان سگ بوده مادر باعث میشه که این رنگ عوض کنه و میگن ولی خب تایم که بگذره این برمیگرده به حالت عادی یه آره یه الناز خسته آره خسته الناز حالا فرق نمیکنه که خسته الناز گفتن که توی پادکست چیزی که چیزی باعث میشه ادامه ندن شنیدن رو پروندن کلمات انگلیسی اشتباه انگلیسیه. انگلیسیه با هی میداش دیگه حالا آره انگلیسیه دلوقتي. واقعا عصبی میکنه آدمو التماس میکنم نکن این کارو نکنید آقا چرا من بهتون بگم <تصفح> حالا <تصفح> نظرات زد و نقیز نسبتش وجود داره خیلی کامنت ها ما گرفتیم که آقا اشکال نداره چرا حالا هی میخواین سعی کنید فارسی شو بگی؟ من خودم خیلی دوست دارم کلمات فارسی سلیس استفاده بکنم ولی خب بعضی موقع نمیشه واقعیتش یعنی میپره و نمیشه کاریش کرد حالا میگم این نظر شخصی دیگه بعضی جاها خیلی‌ها گفته بودن که نه اشکال نداره ما حالا شاید دو کلمه انگلیسی که شاید نشیده بودیم و میشویم و استفاده میکنیم بعضی هم اینطوری برخورد میکنن دیگه بیشتر وقت اسم میکنم ما همون لحظه مثلا آره من دیگه, من دیگه نگاه به کارون میکنم دیگه کارون یا اگه مثلا یه چیز باشه از رفرنس انگلیسی اومده باشه خب اونو میگیم چون بعضی وقت برگردان فارسیش دقیقاً اونی نمیشه که میخوایم میشه بعضی مثلا من دیروز داشتم به کلمه فان فکر میکردم که فارسیش چی میتونه باشه م. مثلا سرگرم کننده یا مثلا باحال آخه باحال هم یه جوریه دیگه میدینی خیلی دیگه شوهرم آره حالا چیز دی... همه همون قطعا دیدیم این آدم دیدیم دید. آره آره دید. <تصفح> نه یکی دیدیم مثلا میخواد خیلی با کلاس باشه فارسی حرف میزنه یا چند تا لغت انگلیسی همیشه حالا بله. بچه ها کی قطعا اینجوری نیستن اسخایا می کردن می قول میدن بعدن هم قول میدیم با گل با مهرا میگم اینطوری بود که من مثلا سابجکتیویسم و ابجکتیویسم واقعا هیچ وقت من تو ایران استفاده نکرده بودم تو دبیرستان آره تو دبیرستان استفاده <تصح Lightning> نکرده بودیم پدرمون هم جو لغاتی به کار نمی برد پدرم خیلی تا می اومد یه دو تا ابجکت ولی خوشحال شدم من اینا رو نگاه میکردم چیز ویکی‌پدیا چیزشو داشت فارسیشو داشت این عینیت‌گرایی ذهنیت‌گرایی من از اونجا برداشتم ولی اگه اون نمیداش خیلی کار من سخت می‌شد ولی یه بار من یه چیز خیلی قشنگی شنیدم میگفتش که اینکه حالا شما فارسی حرف بزنید وسطش لغات انگلیسی به کار ببرید این به این معنی نیستش که شما انگلیسیتون خوبه این صرفا به این معنیه که فارسیتون بده حالا برست. انگلیسی خوب باشه جای درستش خودتون نشون میدی و حالا مثلا ما این که پادکست داریم چند نفر گوش میدن خیلی خوبه که ما بتونیم واقعا ولی حالا کنید. چی منو خیلی اذیت میکنه وقتی که یه سری لغت, ها، لغات های انگلیسی استفاده میکنن به صورت نادرست و با تلفظ های خیلی نادرست و اشتباه نمبر آقای منصوریان مثلا بود؟ این تا چیز مختلف گفته بود دیگه بگو آخری. نه یادم نمیاد ولی خب نه نه موقعی که تو استقلال از بود اینجوری میکرد داشت میگه آره فلان چیز مثلا سه تا دسته داره گفتم اسم دستش دسته یک دسته و دو سه خب شما مشخص صحبت کنید کلی که حالا مثلا بخوام خیلی چیز مثال بزنم این تویچ استریمرای ایرانی موقعی که دارن کار توی دیوتی بازی میکنم باونتی میگن بونتی بریم بونتیه رو برداریم بعد خب یه ذره منو رو عذیت میکنه خیلیون. این ببین یه سری چیزا خب جا میفته آره. مثل لکسوز لکسوز دیگه آره آره خب وقتی جا میفته تو نمیتونی از اون آدم هم ایراد بگیری چرا داره اینجوری میگه دیگه آ آ آ آ تو خود من این سینوره که خیلی میگه من دیده دیده از اونها دقیقا انتظار میره که اگه اونجا مونده بودی ممکن بود اونجوری بگیم صد در صد ولی خب وقتی که کلمه انگلیسیشون میگه آدم حداقل میره یه سرچ می آخه جا میفته می خیلی از کلمات آل انگلیسی که ما میگیم تلفظ فرانسوی می داره تو نمیتونی بگی اون داره غلط میگه که داره با تلفظ فرانسویش میگه اونم نه. آره یه نسبت به محیطی که توشه داره میگه این بعدم مگه قانون طبیعت جاذبه که نیست یه چیز ذهنیه ما شنیدیم مثلا این لغت اینجوری تلفظ میشه ممکنه یه جوری دیگه تلفظ بشه درسته ممکن است شاید یه سری گذاشتن تو مخه دیگه باونتی یه جور میشه دیگه چرا مثلا ما تیزز انگلیسی میگه تیزز توی ایران تز خب ما دفعه اول رفتیم مثلا توی میتینگ با استادمون یک بچه ایرانی داشت گفت تز نمیتونی بگی تو داری غلط میگی اون اونجوری شنیده همیشه یه لغت دیگه حالا ایگرگ مثلا خیلی هنوز میگن آره چون فرانسویشه ولی اینجا وای بود حالا یه چیزی که منو اذیت ببخشید دیگه این چنانی من منم گفتن شما بقیه رو اذیت کرد آره ببخشید از اوایل خود کسب بگیم چرا خیلی ها ندونن ك... بگو چی داری تو نکردیم تو دوران چی؟ چیز اصلا نمیدونیم چی داری میگیم این ابتداشه <تصح> 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 تو دوران تمرین ما حداقل این بود که اگه حرف انگلیسی میزدیم یک دلار هر کی جریمه آره قبودی همچین کاری بکنیم نمیدونم منتشر شد چیزیش از اون یا نه ولی اول یادمه خیلی در این قضیه آره. خوف شده بچه های هزار دوزار دولاری به دکار شده نه, 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 نه زیاد نه, نه به جای رسته بود که کارون هم عددش نه نه, نه رقابت نمی کردی داشت نکنید یه تعریف بذار چیزی چیز دیگه داری یا ببندیم اپیزودو کامنت داریم از کست باکس در مورد اپیزود اپیزودا قبلی کارون گفتن روالا این سری پادکست خیلی خوب داره پیش میره دمتون گرد شاید این, این فصل رو میگن کی گفتن؟ کی اسمای کست باکس رو ندارم عالی شد همونه میخوام بله گفتن عالی مثل همیشه ولی اپیزود کارون هی داره سنگی تر میشه بعد با معلم فلسفه و منطق نشست تحلیل کرد بعد گفتن که یکی دیگه گفته معنا چیزی اموزید. هست که خودت از کاری که میکنی یا زندگیی که داری تعریف میکنی معنا چیزی نیست که پیدا بشه یا به دست بیاد معنا تعریف یا توصیف ماست از یک چیز یا یک رخ داد پیشنهاد میکنم یه سری به فلسفه اگزیستنشیالیزم بزنی کارون جان بله چشم زدن تو بزن بزن به موان توف بزن بله داری بازم؟ نه نه؟ کلن نداری یا کلن دیگه شد یعنی هیچی تو فلوریدا کار یا یه ماراتون برای چیز جالب. نه میخوایی بریم برای اپزود بعدی یه ساعتش گذشت عالی شد تو ما رو میزنی؟ عزیزانم ما توی تمام فضای مجازی اسم پادکست توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و پنج شنبه با اپیزود فرادر برمیگردیم فعلا خدافظ. 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 خدافظ.